دوستان عزیز وقت بخیر، ممنون بابت لایک ها، کامنت ها و نظرات خوبتون که بهمون انگیزه میدون. دست از ازنم که از ویدیو خوششون اومده، ممنون میشم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنن، همینطور برای مطلع شدن از جدیدترین ویدیوها کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و کلید زنگوله رو فعال کنید. خب دوستان، درخواستایی داشتیم در رابطه آموزش ساخت ارز دیجیتال. توی فصل 7 نحوه ساخت NFT رو به شکل کامل بهتون آموزش دادم، خیلی سخت نبود. توی این ویدیو میخوام آموزش ساخت ارز دیجیتال با استفاده از گوشی موبایلتون توی کمتر از 3 دقیقه، اونم روی تمام بلاکچین ها بدون کد نویسی یا دانش فنی رو بهتون آموزش بدم. لیست میشه گفت بلاکچین ها رو اینجا نوشتم، میشه گفتش تفاوت کوین و توکن رو گفتیم. کوین ها بلاکچین اختصاصی خودشون رو دارن، اما توکن ها از بلاکچین میزبان استفاده میکنن. پس چیزی که ما قراره تولید کنیم میشه گفت یک جور توکن هست. خب دوستان، اولین کاری که میکنیم وارد کیف پول متامسکمون میشیم. این قسمت بالا سرور شما میتونید اون شبکه یا بلاکچینی که میخواید انتخاب کنید، مثلا اتریوم. اگه اون بلاکچین رو ندارید، از سه خط گزینه ستینگ رو میزنید، وارد قسمت نتورک میشید و از قسمت اد نتورک مشخصات اون بلاکچینی که میخواید وارد میکنید. 5 تا کادر داره. برای مثال مثلا میخواید بلاکچین بایننس رو اضافه کنید، این مشخصات رو باید وارد کنید. حالا بهتون میگم برای بلاکچین های دیگه هم به چه شکل. یا مثلا پالیگون رو میخواید به این شکل وارد میکنید، میتونید از این هم اسکرین بگیرید داشته باشید و بعد گزینه سیو رو میزنید و این ذخیره میشه. خب وقتی این کار انجام دادید، دوباره از این قسمت اون بلاکچین رو که میخواید روستون توکن رو تولید کنید یا اون ارز دیجیتال رو تولید کنید انتخاب میکنید. ببینید مثلا الان این قسمت پایین مثلا بایننس و پالیگون اضافه شد، اون شبکه‌ای که من میخوام میشه گفت انتخاب میکنم. این اولین کار است. ببینید الان مثلا توی گوگل اگه بزنید پالیگون نتورک ادرس، این قسمت آکادمی بایننس میاد و شما میتونید مشخصات بلاکچین پالیگون یا الان شبکه میتیک رو پیدا کنید و اون 5 تا کادر رو با استفاده از اون گزینه‌هایی که حالا بهتون میده اینها رو وارد کنید. ببینید مثلا الان رو شبکه پالیگون بهتون میگه که مثلا اون PRC URLش از این گزینه‌ها 4 تا میتونه استفاده کنه، چین آیدیش هست، اسم شبکه که پالیگون هست به این شکل. حتی اگه مثلا بخواید برای بایننس یا بلاکچین های دیگه اون آدرس شبکه رو پیدا کنید، مثلا میزنید بایننس نتورک آدرس هر بلاکچین و بعد مثلا تو آکادمی بایننس که بیاید اون مشخصات رو بهتون میده. حالا ممکنه بعضی از اینا مثلا روی متامسک اجرا نشه، اینجا مثلا میاد مینت بایننس رو بهتون میده مشخصاتش رو، این تست نتش هست. هر کدومو بخواید میتونید از اینجا اونا رو کپی کنید و پیست کنید و توی کیف پول متامسکتون وارد کنید. خب دوستان عزیز، وبسایت هایی که قرارش استفاده کنم، این 7 تا وبسایت است. از هر کدوم اینا به تنهایی میتونید استفاده کنید، اما من 7 تا رو توضیح میدم تا قیمت ها تفاوت هاشو ببینید. میتونید از این صفحه اسکرین بگیرید داشته باشید، زمانی خواستید توکن بسازید، ارز دیجیتال بسازید، از این سایت ها استفاده کنید. اما دوستان، نکته ای که باید دقت کنید، من با استفاده از کیف پول متامسک قرار بسازم و حتما باید این سایت ها رو از طریق براوزر کیف پول متامسکتون وارد این سایت ها بشید، نه مثلا از طریق کروم یا میشه گفتش مرورگرهای دیگه. خب دوستان، دومین مرحله وارد متامسک میشیم. وقتی وارد متامسک شدیم، از این قسمت بلاکچینی که میخوایم مثلا توکن رو بسازیم انتخاب میکنیم. برای مثال مثلا روی اتریوم میایم بایننس رو انتخاب میکنیم و بعد از این گزینه سه خط میایم وارد براوزر میشیم و سایت queentool.app وارد میشیم. خب ببینید اینجا یه سری گزینه هایی برمیاد. اولین کار اینه که از این قسمت کانکت کنیم کیف پولمون، حالا به متامسک وصل میشیم و بعد اینجا ببینید اون بلاکچینی که میخواید انتخاب میکنید، اتریوم و پالیگون. الان به ما داره میگه که بلاکچین تو عوض کن، روی بایننس سمارت چین هست. ما میایم روی بایننس میذاریم، بلاکچین رو انتخاب میکنیم. اینجا یه سری گزینه ها داره. اولی ساخت توکن هست، دومی شما میتونید مثلا پیش فروش کنید توکن ها رو، گزینه سوم میتونید قفل کنید دیگه، مثلا اون تعداد سوپلای یکسان باشه، زیاد نشه، و گزینه آخر هم که خب NFT هستش. ما همین کریت توکن رو میزنیم. ببینید دوستان، حالا یه گزینه‌ای داره، مثلا اسم توکن رو که میخواید، مثلا BTC، مثلا بیت کوین، اون اسم کاملش رو اینجا می‌نویسین، سیمبل یا نمادش مخففش رو مثلا میگیم BTC مثلا می‌ذارین، یا اتریوم مثلا ETH می‌ذارین. از این قسمت هم میتونید حالا مثلا شکلک اضافه کنید. اینجا میشه گفت سوپلای یا اون میشه گفتش تعداد توکن‌های کلتون هست چند تا باشه، مثلا که خب کاری که لونا کرد توکناشو خیلی زیاد کرد، سوپلای زیاد کرد، اینجا تعداد اعشارش هست. از این قسمت ادوانس ستینگ و آدرستون رو اینجا نمایش میده. حالا ببینید یه گزینه‌ای داره، این تیکا رو مثلا بزنید میتونید توکن بسوزونید، میتونید مثلا اضافه کنید توکن، اگه مثلا حمله بشه میتونید پاس کنید، بلک لیست مثلا میتونید بذارید، سری آدرس ها رو ببندید. این قسمت و این قسمت میشه گفت حالت های کارمزدش هستن، مثلا ترانزکشن تکسش مالیاتش چقدر باشه، هزینه سوزوندن فیش چقدر باشه، و مثلا اگه اینه که واریز میشه به چه آدرسی باشه. این آدرس مثلا کیف پول خودم هست که اینجا میبینید، به اون آدرس واریز میشه. این یه حالت دیگه هست،
یه حالت میشه گفت پرداخت تکس یا فی دیگه هست برای توکنتون که مثلا میتونید اینجا به هولدراتون پاداش بدید، کسایی که مثلا توکن شما رو هولد میکنن. و مثلا گزینه هایی که داره مثلا میگه اون مارکتینگ والت، اینها مثلا به کجا واریز بشه. و اینور میشه گفت بای و سل تکس، یعنی اون مالیات یا فی خرید و فروش رو داره، مثلا شما میتونید رو کم کنید یا مثلا میتونید زیادش کنید. خب هر چقدر این تکس ها کمتر باشن میشه گفت جذابتر هستش اون توکن شما. و خب میبینید اینجا مثلا کلش نشون میده برای خرید مثلا 3%، فروش مثلا 2%. و بعد در نهایت میاد کریت توکن رو میزنید، توکنتون رو میسازید. اینجا ببینید باید وصف بشه، میگه شما 0.9 بی ان بی باید واریز کنید به کیف پولتون و بعد بتونید این کار رو انجام بدید. حالا خب ما نمیخوایم این کار رو کنیم، فقط خواستم بگم که چقدر راحت هست. اگه ببینید تیکا رو وردارید اون قابلیت توکنتون کمتر میشه، مثلا نمیتونید بسوزونید یا زیاد کنید، این مبلغ کمتر میشه. روی تمام بلاکچین ها به این شکل هست. حالا ببین هر بلاکچینی باشه میشه گفتش که حالا یه مقدار ممکنه مبلغ ها فرق کنه، و اما معمولا بلاکچین های اصلی میشه گفت بی ان بی و اتریوم هستش. خب دوستان دیدید ساختش چقدر راحت هست. بعد از اینکه توکن رو ساختید، کریت توکن پری سیل، میتونید از این قسمت مثلا یه درصدش رو پیش فروش کنید، برای پیش فروش بذارید. از کریت توکن لاکر میتونید یه مقدار از اون نقدینگی رو قفل کنید، فعلا وارد نکنید تا بعد از اینکه افزایش پیدا کرد. و از این قسمت توکن ادمین هم به شما پنل کاربری میده که مثلا حالا برای پیش فروش یا برای خود توکنتون، توی این قسمت ها مثلا میتونید حالا اون بلاکچینی که توکنتون ساختید انتخاب کنید، وارد بشید و مثلا میتونید حالا گزینه هایی داره، عکس مثلا توکنتون، آدرس وبسایتتون، برنامه هایی که دارید، برای مثال فرض کنید یه بازی رو ساختید، یه توکنی ساختید برای اون بازیه و میخواد اینو مثلا به فروش برسونید، با استفاده از این شما میتونید تنظیمات رو انجام بدید، مثلا توکن بسوزونید، توکن اضافه کنید. از این قسمت پنل ادمین این دسترسی ها رو به شما میده. خب دوستان یه سایت دیگه روی همین بی ان بی، از قسمت بروزر اگه وارد سایت beep.tokensaz.org بشیم، یه سایت ایرانی هست که این کار انجام میده، اما روی فقط میشه گفت بلاکچین بی ان بی هست. حالتهای مختلفی داره، مثلا روی هر کدوم بزنید توضیحات رو میده هر کدوم توکن چه قابلیتی داره و میشه گفت فیش اون کارمزدش برای ساختش چقدر هست. حالا مثلا اونایی که میشه گفت برنابل هست، مینتیبل هست، اینها قیمتاش بیشتر میشه، حتی سایت خارجی ارزونتر، این سایت ایرانی یه مقدار قیمتاش بالاتر هستش. میتونید گزینه ساخت رو بزنید هر کدوم از این مدل هایی که خواستید، مثلا بهتون میگه که حذف کپی رایت، اون اعداد اعشارش قابل تنظیم هست نیست. و وقتی که مثلا گزینه ساخت رو بزنید میتونید اسم توکنتون رو وارد کنید، نمادتون رو توضیح داده. حالا مثلا این حالت میشه گفت ارزون ترینش هست که نمیشه اعشار رو تنظیم کرد، تعداد ارزی اولی چقدر باشه، 10 میلیون باشه، 5 میلیون باشه. و این گزینه ها فعلا تو این حالت میشه گفت سیمپل بیپ اینها غیر فعال هست. بعد قوانین رو باید تیکش رو بزنید، یه میشه گفتش که کمیسیون شبکه داره و یه کمیسیون عملیات، این رو که ادامه عملیات رو بزنید به کیف پولتون میشه گفت وصل میشه و اون مقدار رو کم میکنه و اون تراکنش رو انجام میده. خب دوستان از یه سایت دیگه میخوام استفاده کنم برای ساخت توکنمون، رو بلاکچین اتریوم میذاریم. از بروزر وارد این سایت میشیم که توی اون صفحه اول گفتم. اینجا ببینید برای میشه گفتش ساخت توکن های مبتنی بر بلاکچین اتریوم هستش. این ERC20 که مثلا میبینید اینجا نوشته شده برای همین توکن ها هست، مثلا بیپ 20 برای بی ام بی هست، همون اسم توکن، مثلا نمادش، سوپلای یا ذخایرش رو مثلا میاد انتخاب میکنید. و بعد این قسمت هم نوع اون توکنی که مثلا ERC20 مثلا ساده هستش، مینتیبل یا مثلا پاورفول اون حالت بیشترش هست. هر چقدر اون آیتم هایی که به شما بده بیشتر باشه، اون هزینه مینتش میشه گفت بیشتر میشه. و بعد در نهایت مثل همون سایت تیک رو میزنید، یه تراکنش داره، کانفرم رو میزنید، به کیف پولتون وصل میشه و مثلا اینجا بهتون میگه مثلا این مبلغ باید توی کیف پولتون باشه تا اون توکنتون ساخته بشه. حالا دوستان بخوایم وارد همون سایت بشیم، بلاکچین رو تغییر میدیم روی بی ان بی و از روی بروزر متامسک وارد اون سایت میشیم. ببینید الان به جای اون ERC20 بیپ 20 اومده که میشه گفت رو شبکه بلاکچین بی ان بی، یعنی شما توکنتون رو به جای اینکه روی ERC20 بسازین روی بیپ 20 یا روی بلاکچین بی ان بی دارید میسازید. این هم ببینید دوستان مرحلهش به همون شکلی که توضیح دادم، شبکه‌شون توضیح داده و بعد مثلا میاد میگه اون هزینه تراکنش و گس فیش چقدر هستش. اون سایت اولی که بهتون گفتم خب خیلی کامل‌تر هست، این هم میشه گفتش که یه مقدار محدودیت دارن، تمام بلاکچین ها رو ندارن. خب دوستان حالا میخوام یه سایت دیگر رو بهتون نشون بدم، بلاکچین رو روی بایننس میذاریم و از قسمت سخت وقتی وارد بروزر میشیم سایت
createmytoken.com وارد میشیم. ببینید الان اینجا بلاکچین بایننس نوشته، اما اینجا سه تا بلاکچین داره: اتریوم، بایننس و پالیگون. من الان بایننس رو انتخاب میکنم. ببینید وقتی این الان مثلا ERC20 اتریوم هستش یا این مثلا پالیگون هستش، حالا ببینید من روی بایننس که مثلا میام، اینجا آدرس اون کانترکت آدرس هست، وقتی بایننس رو میزنید create بیپ، بیپ 20 توکن که بهتون توضیح دادم، بیپ برای بایننس، ERC20 برای اتریوم هست. اسم توکنتون رو وارد میکنید، این همون، ببین تمام این سایت ها مشابه هم هست، سیمبل رو وارد میکنید. اگه این قابلیت های بیشتری بخواد اضافه کنید، هزینه اون تراکنشتون بیشتر میشه. فقط میگم این سایت ها قیمتاش بعضی با هم فرق داره. حالا مثلا اینجا مثلا میشه 1500 بی ان بی، یه مقدار میشه کارمزدش کمتر هست. البته من تمام تیکار انتخاب نکردم، اما دوستان ببینید نحوه ساختش به این شکل هست توی تمام سایت ها. و وقتی ساختید به شما یه دونه میشه گفتش پنل کاربری میده، پنل مدیریتی میده، که از اونجا میتونید کنترل کنید اون توکناتون رو و کارهایی که میخواهید بسوزونید، اضافه کنید یا مثلا قفل کنید، اینها رو میتونید از اونجا مدیریت کنید. خب دوستان رو بلاکچین اتریوم از قسمت براوزر دقت کنید، از براوزر خود متامسک وارد بشید، tokentool.bitbond.com است. اتریوم، آوالانش، پالیگون و بایننس اسمارت چین، این 4 تا بلاکچین رو داره. این هم ببینید مثل همون سایت ها میاد، اسم توکنتون، نمادش، تعداد اون سوپلای یا تعداد توکناتون انتخاب میکنید. این قابلیت های برن، مینت، پاز، اینا رو هم اگه اضافه کنید، اون کری توکن رو که بزنید، خب یه مقدار اون تراکنش هزینش بیشتر میشه. اما دقت کنید تمام این سایت ها از این قسمت یه گزینه کانکت والت دارن، حالا میتونید دیسکانکت کنید یا مثلا کانکت والت رو بزنید، اون کیف پولتون رو انتخاب کنید و بعد از اون میشه گفت این قابلیت ها رو بهتون میده، چون باید اول دسترسی به کیف پولتون داشته باشه که بتونه اون هزینه تراکنش رو از کیف پولتون کم کنه. خب دوستان رو بلاکچین بی ان بی هستیم، از سخت براوزر وارد سایت تراست سواپ میشیم، این سخت رو میزنیم. این قسمت پروداکت گزینه توکن کریشن داره یا ساخت توکن، حالا گزینه‌های دیگه نقدینگی یا لاکت قفل کردن توکن هم هست. ما کریت توکن رو میزنیم، کریت کوین، و میشه گفتش که اینجا شما میتونید وقتی کریت رو میسازید بلاکچینتون هست، مثلا بایننس هست، توی کیف پول انتخاب کرده بودم بایننس، اسم توکنتون رو انتخاب میکنید، مثلا تراست سواپ یا حالا هر نمادیو که میخواید. از این قسمت میتونید عکس برای اون توکنتون انتخاب کنید، این میشه گفت تعداد اعشارش هست، تا چند رقم اعشار قیمتش باشه، دیسکریپشن یه توضیح میتونید در رابطه باش بدید، مثلا پروژه دیفای هست یا گیمینگ بازیه. اگه وبسایت دارید اینجا میتونید وارد کنید. بعضی از این سایت ها مثلا بعد از اینکه وارد کردید میتونید مثلا لینک توییتر، تلگرام یا وبسایتتون رو بذارید و توی اون مثلا میشه گفت پروژه هاتون رو معرفی کنید یا مثلا سهم هاتون رو معرفی کنید و برنامه‌هایی که برای آینده دارید رو به کسایی که قصد خرید توکنتون رو دارن پیشنهاد بدید. خب دوستان پس نحوه ساخت ارزهای دیجیتال سخت نیست. بس در نتیجه خود ارزهای دیجیتال به خودی خود ارزشی ندارن. چیزی که اینها رو ارزشمند میکنه میشه گفت پشتوانه ای هست که دارن. حالا بعضی پشتوانه‌اش ممکنه طلا باشه، بیت کوین باشه، یا برای مثال پروژه هایی که توی حوزه متاورس دارن انجام میدن، توی حوزه گیمینگ دارن انجام میدن. خیلی از اینا رو مثلا توی وارد سایتشون بشید، این ارزهای دیجیتال توکن ها رو رودمپش رو اگه دقت کنید میگه برنامه‌هایی که دارن چی هستش. و ببین دوستان قرار نیست تمام این توکن ها میشه گفت معتبر باشن، چون این ساختش رو همین الان خودتون میتونید توی 2-3 دقیقه به روش‌هایی که گفتم، توی سایت‌هایی که معرفی کردم، توی گوشی خودتون برید توکن بسازید و براش یه مقدار تبلیغ کنید و بعد خب قیمتاش خیلی بالا بره. اما دوستان توی فصل 1 ویدیوی 4 آموزشی گذاشتم که چطور بتونید تشخیص بدین پروژه ها معتبر هستن، ارزش سرمایه‌گذاری دارن، رتبه و ریتینگی که بهشون میدن به چه شکل هست. خب پروژه لونا رو خب خیلیاتون دیدید چه اتفاقی براش افتاد. ببینید نمیشه گفتش که فقط بیایم ما چون بقیه اینو خریدن بقیه گفتن خوبه، ما خودمون هم لازمه یه مقدار راجبش تحقیق کنیم. توی فصل 1 ویدیو 4 ما حتما ببینید که توضیح دادم به چه شکل این پروژه های قوی رو از پروژه های میشه گفتش که پروژه هایی که فیک هستن، پروژه هایی که اسکم هستن تشخیص بدید. خب دوستان عزیز نکات گفتنی در رابطه با این ویدیو رو گفتم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. اگه هم سوالی داشتید تو بخش نظرات مطرح کنید، حتما جواب میدم. اگه کانال یوتیوب ما رو دنبال نکردید از طریق این لینک ما رو سابسکرایب کنید، کلید زنگوله رو حتما فعال کنید. همینطور از سرور پلی لیست میتونید ویدیوهای مرتبط با هر فصل رو تماشا کنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.